افراد در کمیسیون مستقل انتخابات در تلاش قومی ساختن مسائل انتخاباتی بودند. رئیس اجرایه با آنکه نام از این افراد نمیبرد، اما میگوید عدم جلوگیری از این کار سبب متوقف شدن برنامه های اصلاحی در کمیسیون مستقل انتخابات میگردد. آقای عبدالله همچنان تاکید میورزد که شماری از قانونگذاران در برابر برخی از مسائل ملی فردی عمل کرده که ادامه این روند قضایای بزرگ ملی را با چالش روبرو میسازد. زهرا ستوده با جزئیات بیشتر. اینجا در نشست تقویت نقش زنان در احزاب سیاسی، رئیس اجرایی کمرنگ بودن نقش احزاب سیاسی را در روندهای ملی تایید می کند. عبدالله عبدالله می گوید که دو تن از مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات در تلاش قومی ساختن مسائل انتخابات بودند که این موضوع از یک سو مانع اصلاحات در کمیسیون های انتخاباتی می شد و از سوی دیگر فرصت را برای مشارکت احزاب سیاسی در روند انتخابات محدود می کرد. متاسفانه در داخل کمیسیون وضعیت قسم قرار گرفت که فقط دو شخص تمام مسائل و بحثار قومی ساخت و ایر در اون میور چرخاند و نزدیک بود که همه اقداماتی که برای اصلاحات انتخاباتی پیش بینی شده بود از حرکت باز ماند. از سوی هم برخی از نهادهای ناظر انتخاباتی و قانونگذاران از چالش‌های کنونی در برابر برگزاری انتخابات پارلمانی سال آینده سخن می‌گویند. شوراهای ولسوالی از حق مردم افغانستان است، از مکلفیت حکومت است که باید به موقع مطابق به قانون ایرا برگزار بکند. فکر می‌کنم برای انتخابات ولسی جرگه اونگانه برگزار شد، جنگ در خانه خانه مردم افغانستان برده خواهد شد. پیچیدگی های خود داره، چی از لحاظ سیاسی، چی از لحاظ عملیاتی و تکنیکی، چی از لحاظ مدیریتی. در همه راستایش ما با مشکلات، چالش ها مواجه هستیم. این گفته ها در حالی مطرح می شود که بر اساس طرح جدید کمیسیون مستقل انتخابات قرار است انتخابات سال آینده با شناسنامه های کاغذی برگزار شود. طرحی که بی باوری ها نسبت به برگزاری انتخابات پارلمانی را بیشتر ساخته است.